سنه 20 نویابر دادگاهی شهری خوجند نسبت 8 نفر ساکنان ولایت سوخت حکم های نوبتی را برای اعتقاد دینی اعلان نمود. یک گروه جوانان با عیب اشتراک در جماعت اسلامی سلفیه با مهلت های گوناگون از آزادی محروم گردید. در میان محکوم شدگان 4 نفر دانشجویان شعبه روزنامه‌نگاری و حقوق، ختم کننده دانشگاه، عربکش و دیگران اشتراک ورزیدند. طبق اطلاع تفتیشات، کامران نظمی دینفی 18 ساله که در بازار عربکشی میکرد، یک جای با همسالش عبدالنظر نظرف در جریان سلفیه اشتراک کرده، عقیده های آن را در میان جوانان پهن میکردند. از طرف دادگاه هر دوی آنها در تشکیل نمودن جمعیت اکستریمیستی عیبدار دانسته شده به مهلت 6 سال در مؤسسه اصلاحی نظامش سخت محکوم گردیدند. 6 نفر دیگری سودشوندگان سبحانعلی عبدالجباروف، کمالجان آخونوف، سعید مراد دولتوف، حید بای شادمانقولوف، دانشجویان فکلته روزنامه‌نگاری، حقوق و تاریخ دانشگاه دولتی خوجند، اینچنین دلیرجان سامیف، ختم کننده همین دانشگاه و غفران نعمتوفی بیکار در خبر ندادن جنایت عیبدار دانسته شدند. دادگاه آنها را به 6 ماه زندان در مؤسسه نظامش عمومی محکوم نمود. باید قید نمود که رژیم در تاجیکستان همه طرفه وجود داشتن تعقیب کنی و فشار آری برای اسلام در کشور بوده را انکار می نماید. ولی در عین زمان باشد دادگاه ها با سبب دین با پرونده های جنایی بافته شده برآوردن حکم ها را ادامه می دهند. سنه 19 نویبر کمیسیه ایالات متحده امریکا آید به آزادی بین المللی دین حسابات کشورهای ویران کنندگان آزادی دینی از سال 2017 را نشر نمود که در آن تاجیکستان 3 سال است که در روی خط سیاه قرار دارد. چی طوری که مؤلفان حسابات قید میکنند در سال 2017 شخصانی که نمود ظاهری دینداری دارند از جمله ریشداری و پوشیدن حجاب نظارت از بالای آنها پرزور گردید. در دوام دور حسابات تحقیقاتچیان محدودیت ها را در ساحه تحصیلات دینی و جشن گرفتن عید رمضان قید نمودند. حسابات مذکور از 221 صحیفه عبارت بوده از آن 9 صحیفه به وضعیت با آزادی های دینی در تاجیکستان نگرانیده شده است. در حسابات واقعه پایمال شوی ناموس دینداران از طرف کارمندی دولت آورده شده است. با وجود آنکه کارمندی دولتی از نمازگزاران عذر پرسید، مسجد بسته شد. نمایندگان کمیته آید به کارهای دین در تاجیکستان اقرار شدند که تحقیقاتچیان در حسابات خود به منبع‌های شبهناک تکیه می نمایند. بنابراین در صحیح بودنی آن شبهه می کنند. فقی شریعت اید نگذاشتن نماز و قربانی کردن است.